یکی از اشتباهات ابن عربی و کسانی که از او تبعیت کرده باشند در این مسئله اینه که میگویند که بله جهنم عذابی که داره، ولی افراد که اونجا قرار میگیرن یه مقداری عذاب میشن، بعد اونایی که قراره بمونن در جهنم به خصوص دیگه اونا چنان انس پیدا میکنن با آتش و با همه عذابهای اونجا که همچنان که جهنم بهشتی ها در بهشت خوشند، این جهنمی ها هم در جهنم خوشند. صاف پوسکنده. یک عبارتشو روز گذشته براتون عرض کردم و حالا این عبارت رو دقت میکنید، و بسیار این عبارات عبارات عجیبیست که نسبت به اونها که در آتش مخلد هستن، همیشه در آتشن، این چنین خواهد شد. آتش براشون گوارای گوارا میشه، خوش خوش خواهند بود. عبارات متعددی است، یکیش اینه که در اسفار نقل میکنند از ابن عربی جلد نهم صفحه 358 که جهنمی ها بر طبقات مختلفی هستند و آخر و منبقی اونه که میمونن تو جهنم، هم الذین ما عملوا خیرا قط لا من جهت الایمان ولا به اتیان مکارم الاخلاق غیر ان العنایه سبقت لهم ان یکونوا من اهل تلک الدار. اینا هیچ کار خوبی نداشتن، قرار شده که تو جهنم برای همیشه بمونن. و بقی اهل هذه الدار الاخرى فيها فغلقت الابواب. وقتی قراره که اینا تو جهنم بمونن، اونه که کم به کم میخواستن برون به بهشت، به شفاعت به بهشت رفتن. و اطبقت النار یا و اطبقت النار و وقع الیأس من الخروج. اینا دیگه مایوس میشن از خروج به خاطر اینکه دیگه در جهنم بسته میشه. فهین اذن تعم الراحة اهلها. اینجا دیگه خوش خوش خواهند بود، راحت و آسایش براشون خواهد بود. لأنهم قد یأسوا من الخروج منها، چون دیگه مایوس شدن از خروج از جهنم. وقت این خیلی عجیبه دیگه، اونچنان خوشن که و در جهنم در آسایشن، مخصوصا خوشحالن که خوب شد در جهنم و بستن و مار به بهش نبردن. این عبارته. فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَخَافُونَ الْخُرُوجُ مِنْهَا. اونقدر با آتش و عقرب و افعی و عذاب و گرفتاری های قیامت خوش بودند و گرفتاری دوزخ خوش و انس گرفتن که جمعی رو میدیدن هی دارن میرن به بهش، نه ناراحت نکنه بارم برم به بهش. وقتی در جهنم رو میبندن دیگه اینا راحت راحت میشنن. و اطبقت النار و وقع الیأس من الخروج فهین اذن تأم الراحة اهلها لأنهم قد یأسوا من الخروج منها فإنهم كانوا يخافون الخروج منها لما رأوا اخراج ارحم الراحمین. چون جمعی رو خدا از جهنم به بهشت میبرد، اینا میترسیدن که نکنه که ما رو ببرن. و هم الذین قد جعلهم الله على مزاج یصلح ساکن تلک الدار و تتضرر بالخروج منها. از جهنم بخوان خارج بشن ناراحت میشن. این حرفا بی خوده، این حرفا، این دارم از کتاب اسفار میخونم که از محی الدین نقل میکنه، و اون وقت البته خود ایشان هم یک جا تأیید میکنه، یک جا میگوید هرچه فکر کردم نه جهنم جای خوبی نیست که دیروز گفتم، بلکه افراد میان و رد میشن،
خلود نوعی است نه خلود فردی. اون وقت در تتمه همین بخش از قیصری که یکی دیگه از این عرفاء بنام هست که شارع فزوز هم هست، از قیصری نقل میشه در همین جلد 9 صفحه 391 که همه طبقات جهنمی ها اینام بالاخره راحت میشن. همه اون وقت حتی مشرکین، وقت این شو دقت کنید، این بت پرستو، همینی که قرآن میفرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرکینی که خدا میفرماید خدا نمیبخشد اونهایی که بمیرند با شرک، غیر اونها رو ممکن است که ببخشد، نسبت به مشرکین میگوید اینا یه مقداری عذاب میشن، یه مقدار که عذاب شدن بعد عذاب براشون عذب میشه. عذابی که میشن این مشرکین، این بت پرستیدن، ستاره پرست بوده، خورشید پرست بوده، ماه پرست بوده، نه این هیاکلی که از سنگ و چوب و فلزات مختلف درست میکنن به عنوان بت، اینا رو میپرستیدن، و یا هر چیز دیگری که نمیخوام تصریح کنم که در تفسیر بیان و سادم تفسیر منیر اون چی میگه که حتی اونچه که یستقبه و ذکره را میپرستیدن. مشرکین، اونه که مشرک هستن، اونا چی میشه؟ نسبت به مشرکین عذاب که میشه بری همینه که میخواستی بگی همه چیز اوست، گفتی تنها این اوست، تنها این اوست. عجیبه. و به نسبت الى المشرکین الذین یعبدون الله یعبدون غیر الله من الموجودات فینتقم منهم یا فینتقم منهم لکونهم، چرا عذاب میشن؟ لکونهم حسر الحق فی ما عبدو، چون اینها خدا رو در اون چه عبادت کردن تو اون بت منحصر گفتن این خدایه، لأنهم حسر الله فی ما عبدو و جعل الاله المطلق مقیدا، اینا اله مطلق را که همه چیز و در همه چیز ظهور کرده است و در حقیقت ظاهر و مظهر هم به تصریح کردن نیست و همش خودشه، چون چنین اشتباهی کردن که گفتن فقط این بت عذاب میشن، ولی چون در حقیقت هم باز این بت هم همون خدا بوده و مجلای وجود حق است، چون این چنین عذابشون عذب میشه. و اما من حیث و ان معبودهم عین الوجود الحق از ظاهر فی تلک الصور فما یعبدون الا الله فرضی الله منهم من هذا الوجه فینقلب عذابهم عظما فی حقه. خیلی راحت. نه این حرفا حرفاییست که اصلا تفوه بهش جایز نیست، از مسائل بسیار باطله است که اون وقت یکی دیگه از عزیزانمون دیشب برخورد داشتیم، گفتن یک اون آیه هایی که در ارتباط با این مسئله خیلی روشن هست ایشان هایی میخوندن، گفتن بله دیگه ما نخواستیم خیلی وارد این بحث به تفصیل بشیم و اجمالش عرض میکنیم، تذکر خوب بود که آیه ها رو به خصوص آیه هایی که داره که هرچه از زمین و ممکنات مختلف در اختیار این اهل عذاب باشه اینا بخوان فدیه بدهن تا از عذاب نجات پیدا کنن نمتونن. بله الان اینجا هست، آوردم اینجا، بله الان براتون بخونیم اینجا. بله 3-4 آیه هست که در این زمینه هست متعدد و مختلف، یکیش همی که فرمودن و آیات دیگر، یکیش این که ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه، اگر تمام اون چه از این امکانات بارشون باشه اینا همه رو بدن
تا از بدی عذاب نجات پیدا کنه. بس معلوم میشه بده که میده که نجات پیدا کنه. و آیات دیگر در این زمین هست فراوون. از بینات این اونقدر روشنه که نیاز به اصطلاح بستی در کلام نیست، که از مسائل قطعی حتمی مکتب وحی و قرآن کریم است که عذابی است و گرفتاری است برای جانیان و رزل ها و فرعون ها و طاغوت ها و چنین و چنان هم اونها که معاند بودن. روز گذشته گفتیم و انت خلد فی الماندین، اون وقت گفته میشه که اینا خیر همشون راحت و و این عذاب ها عزم میشه و خیلی جای تأسف این چنین برداشتی. بعد هم نسبت به قرآن دادن، یعنی گفتن این که این در ارتباط با قرآن نظرش اینه. یه وقتی کسی میگه نظر شخصی من اینه، خب نظر شخصیشه، هر کسی آزاده برای نظر دادن، اما این که نسبت به قرآن کریم هم داده بشه، اون وقت نعوذ بالله. بنابراین این حرفام نادرست.